بازم خوش آمدید دوباره بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. بحث ما روی موضوع انفاق در ماه مبارک رمضان و یا تعاون به همکاری برای فقرا و مساکین و مستضعفین در ماه مبارک رمضان است. نکته که قابل تذکر است شروط انفاق در لاولای قرآن، یعنی خود قرآن عظیم الشان یک سلسله مواردی شروطی رو وضع کرده برای انفاق، یعنی بهترین صدقه‌ای که مورد قبول الله است دارای ویژگی و شروط خاصی است. یک، بهترین انفاق و صدقه اوست که در حیات انسان باشه، نه بعد از مرگ انسان. بعد از مرگ انسان هم به انسان میرسه، اجر و پاداشش میرسه، اما بهترین، جامعترین، احسنترین صدقه اوست که انسان حیات داره در زندگیش تقدیم میکنه رو در راه الله سبحانه و تعالی. و قرآن روی قضیه تاکید کرده و شما در چند جای قرآن این آیت رو میبینید شبیه این آیت رو: و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. انفاق بکنید، مصرف بکنید در راه الله سبحانه و تعالی، من قبل ان ياتي احدكم الموت، پیش از اینکه مرگ به سراغ یکی از شما میآید، یعنی در زندگیتان، در حیاتتان. متاسفانه عده کثیری از ما مسلمان ها بر این باورن، عقیده دارن که تمام مصارفشون باید بعد از مرگ اونها بشه، یعنی در حیاتش وصیت میکنه که بعد از مرگمه ای پول مرا مصرف کنید. خب چرا عزیزی برادر در حیات خودت مصرف نمیکنی، به دست خودت مصرف نمیکنی؟ ممکن بعد از سر خودت یک جنجال و مصیبت اول پول و ثروتت برای وارثی نشست، دوم ممکن با دل ناآرام خرج بکنن، سوم ممکن نخواهن خرج بکنن در راه الله تبارک و تعالی. چرا خودت زمانی که حیات داری، اگر مسجد میسازی، مکتب میسازی، شفاخانه میسازی، دانشگاه میسازی، پارک میسازی، راه میسازی، پل میسازی، محیط زیست رو جور میکنی، نهال قرض میکنی، برای فقیر و غریب و بیچاره و مستضعف کمک میکنی، چرا در حیات خودت نمیکنی؟ هم خودت لذت ببری، هم به اصطلاح دیگران راحت باشه. این یک مسئله. و قرآن روی قضیه خیلی تاکید کرده. جای دیگر میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای مؤمنان، کسایی که ایمان آوردید و الله و رسول، سبحان الله، اتقوا الله، از الله بترسید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کدام از شما باید نگاه بکند، نفس خود را محاسبه بکند، بررسی بکند، به ثروتش نگاه بکنه و زندگی و عمری که ازش گذشته نگاه بکنه، چی قدر از خود پیش فرستادید در راه الله سبحانه و تعالی. نفس ما قدمت لغد، برای فردایتان چی فرستادید در راه الله تبارک و تعالی؟ یعنی اشاره به این است که انسان در حیات خودش اعمال صالحش بررسی بکنه، انفاقش بررسی بکنه، کارهای نیکش بررسی بکنه، ببینه چقدر کار خیر کرده. یا این قضیه شبیه آیت که خونده شد، جای دیگر هم قرآن روی قضیه تاکید داره. این یکی از جمله شروط انفاق یا به اصطلاح آداب انفاق یا بهترین انفاق همیست که در حیات انسان باشه. نکته دوم، هدف انفاق کننده رضای الله باشه. والله قسم است که اگر میلیون ها دلار مصرف کنید، هدف رضای خدا نبود، شهرت بود، ریا بود، سن بود، خودنمایی بود، به دیگران نشان دادن بود، روز قیامت دست انسان همین قدرم نمیگیرد. اما اگر 10 افغانی باشه به خاطر خدا، به رضای خدا، به رای خدا باشه، به خاطر خدا، به رضای خدا، به رای خدا، این سه جمله خیلی مهمه، او زمان است که دست انسان میگیره، وسیله نجات انسان میشه. قرآن میگه مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، مثال کسایی که مال خود انفاق میکنن و هدف اونها رضای الله هست، جز رضای پروردگار چیزی دیگری مد نظر اونها نیست. این جایگاه داره، اهمیت داره، از جمله بهترین صدقات است، این از جمله آداب صدقه و شروط صدقه است. و سوم، قرآن تاکید کرد روی قضیه که انفقوا من طیبات، از پاکیزگی ها انفاق بکنید. طرف رفته رشوت گرفته، سود گرفته، حرام کرده، زمین غصب کرده، اختطاف کرده، اختلاس کرده، احتکار کرده، حالا آمده در راه خدا انفاق میکنه. خب چی بگی برای یادم باید؟ حالا این اگر قبول بکنه یا نکنه مربوط به الله میشه، ولی بنابر دلایلی که از آیات قرآن و حدیث است، الله قبول نمیکنه چنین صدقه ای. همون در زمان امام ابو حنیفه یک داستان بیادم آمد، خیلی زیبا هست.
میگه امام یک روز یک نفر دید که از دکان یک دکاندار بعد دو دانه سیبر گرفت و دزدی کرد، یعنی برداشت و رفت پشت سر از امام حرکت کرد که یک نصیحتی بکنه و دید که باز این سیبر یکیش بر یک کسی صدقه داد یا به اصطلاح بر یک کسی تحفه و هدیه داد. وقت آمد نزدیکی برش گفت که چرا این کار کردی فلانی؟ اولا مال نفر بدون اجازهش برداشتی، دزدی کردی، کار نادرست است، و بعدم آوردی ره باز صدقه دادی، خیلی عجیبه کار دیگه. یعنی چی؟ آدم زیرکی بود، میخواست زرنگی بکنه مقابل امام ابو حنیفه. فرمود که ای امام، ببین الله تبارک و تعالی گفته که یک نیکی ره معادل به 10 برابر پاداش بود، و یک گناه یک گناه است. من دزدی کردم 2 سیب گناه کردم، ولی یک گناهیم یک گناه است. آوردم یکیش انفاق کردم، 10 نیکی بریم داده میشه، یکی دیگه ایشم خودم استفاده میکنم. یعنی یک گناه کردم در پهلوی یک گناه هم خودم از سیب استفاده کردم، هم 10 تا حسنه کسب کردم. امام ابو حنیفه خندیدن و فرمود زیرکید عجیب است، اما تو ناآگاه هستی، غافل از اینکه الله قبول نمیکنه ایره. مال دزدی رو تو بیاری خیرات بکنی، صدقه بکنی، توقع داشته باشی که قبول بشه. مال حرام، از تجارت حرام، از شراب، از قمار، از مواد مخدر، از اختطاف، اختلاس، احتکار، سرمایه ملت رو چور بکنی بیاری، بعد بگی والله من صدقه میکنم در راه الله، ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. و همولاس الله گفته انفقوا من طیبات، از پاکیزگی ها انفاق بکنید و در راه الله مصرف بکنید. و چهارمین شرط یا آدابی از جمله آداب صدقه که در قرآن مطرح شده که در صدقات و خیراتتان عجله بکنید، امروز و فردا نکنید. چرا؟ همون لحظه‌ای که زمینه یک کار خیر برید مساعد شده، حالا یک کسی پیشنهاد کرده یا خودت در یک جای دیدی، نگو بعد از چند وقتی کار انجام میدم، عجله کن. چرا؟ فرصت کم است، ممکن یک لحظه یک زمانی بیاید که پیش خداوند عذر زاری بکنی برای یک دقیقه وقت خواستن، برای الله برید فرصت نمیده. قرآن میگه لولا اخرتنی الى اجل قریب لأصدقن ولنكونن من الصالحین. سبحان الله، اگر یک دقیقه کوتاه، یک فرصت کوتاه برایم وقت بدهید یا الله، من از جمله صدقه دهندگان، انفاق کنندگان، صدیقین و از جمله صالحین میشم. ولی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. وقت فرمان الهی آمد دیگه هیچ قابل تغییر و تبدیل نیست، برید فرصت دیگه داده نمیشه، عذرت پذیرفته نمیشه در اون لحظه. بنان کوشش کنید، عجلوا بالصدقه قبل نزول البلاء، بشتابید به سوی صدقه دادن پیش از نزول بلا، پیش از دست دادن فرصت ها، پیش از اینکه افسوس و حسرت و پشیمانی بخورید. خیلی افراد ثروتمند بودن، امروز و فردا کردن ثروتشان همه رفت از دستشان، بعدا نشستن و آه حسرت کشیدن و ندامت و پشیمانی بردن، گفتن کاش اون همه ثروت دست ما بود انفاق میکردیم. اینم از جمله آداب صدقه است. و همچنان یکی دیگر از جمله آداب یا شروط صدقه، از جمله بهترین صدقاتی است که انفقوا مما کسبتم، از آنچه که شما کسب کردید انفاق بکنید، یعنی به معنا از درآمد خودتان. نمیشه آدم از جیب خلیفه ببخشید، نمیشه که از دریا به مردم ببخشید، از پول مردم صدقه بکنی، بلکه میشه خودت سبب کار خیر بشی، کسی رو تشویق بکنی برای عمل خیر. چون کسایی هم که تشویق و ترغیب میکنن دیگرا رو بر انجام کار خیر، اونها هم مثل همون کسی که انجام میده کار خیر اجر و پاداش میبرن. اما کوشش بکنید از ثروت خودتان، اگر یک افغانی درآمد کردی از همون یک افغانی اگر صدقه بدهی، اون ارزش داره. مما کسبتم، از اون چیزی که شما کسب میکنید. این آداب و شروط صدقه است در قرآن که به او اشارات شده است. و نکته دیگری هم که قابل تذکر است، چیزهایی که صدقه انسان از بین میبره، ضایع میکنه. طرف پول داده، مصرف کرده، ولی ضایع شده، هیچ دستش نمیگیره. این خیلی مهمه قضیه. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. این دو تا چیز صدقه رو ضایع میکنه، از بین میبره. ای کسانی که شما ایمان آوردید، صدقاتتان، خیراتتان را ضایع نکنید، باطل نکنید، از بین نبرید. ببینید یکی باطل یکی فاسد. فاسد قابل اصلاح داره، ولی باطل قابل اصلاح نداره، از ریشه نابود میکنه. لا تبطلوا صدقات، تو صدقه دادی مثل این که نداده باشی.
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا، با منت گذاشتن و اذیت کردن. این منت گذاشتن و اذیت کردن دو تا تعبیر مختلف داره. منت اوست که شما سر کسی میگید که تو با پول ما کلان شدی و ما بودیم که قدر صدقه کردیم، با فلانی مرکز و با فلان نفر و با فلانی و فلانی ما اینقدر پول دادیم و هر روز منت گذاشته به روخش میکشی، این همون منت است. اذیت کردن اوست که شما یک کسی رو خار بزنید، تحقیرش بکنید، در یک جمعی به اصطلاح برش بگید که ما برات کمک کردم، ما بودم که تو به اینجا رسیدی، یا به اصطلاح فلان و فلان. این میشه که هم منت باشه هم اذیت باشه. یعنی به این معنا که توسط منت گذاشتن نفر اذیت میشه و توسط اذیت کردن اذیت خودش منت است. نباید انسان منت بگذاره سر کسی. شما صدقه دادید به خاطر الله، دادید به رضای الله. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقتی خاطر خدا کار میکنید دیگه از طرف مقابل انتظار تشکر هم نداشته باشید. الله میبینه، خبیر، بصیر، سمیع، خبر داره، از همه چیز میدانه و او برتان پاداش میده، اجر میده. من یادم آمد داستانی زین العابدین، میگه 17 سال در یک محیطی بود، منطقه بود که این انفاق میکرد، صدقه میداد. در 17 سال کسی ایره نشناخت. وقتی روزی که فوت کرد از او به همون جایی که بود و به اصطلاح محیطی که بود و فوتش، فقرا فهمیدن که این کمک از طرف یادم بوده. یعنی کوشش میکردن که انفاق بکنن اما به طوری که حتی کسی نبینه اونا رو، حتی خبر نشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یکی از جمله محبوب ترین اعمال نزد الله تبارک و تعالی است که انسان صدقه بده طوری که دست راست میده دست چپش خبر نشه. این کنایه به این معناست که اگر تو به همسایه دست راستت صدقه کمک میکنی، همسایه دست چپت خبر نشه، یا به همسایه دست چپت اگر کمک میکنی، همسایه دست راستت خبر نشه، یا اگر کمک میکنی خودت بفهمی، کسی دیگه غیر خودت به خدا کسی دیگه خبر نشه از کمکت. این ارزش داره. بنابراین منت گذاشتن، اذیت کردن، ریاکاری، اینها صدقه انسان ضایع میکنه، از بین میبره. و چهارمش، خدای ناکرده کفر گفتن یا کافر شدن و مرتد شدن. قرآن میگه حبطت اعمالهم، کسایی که برمیگردن کافر میشن، کفر میبرزن، اعمالشان همه حبطه میشه، از بین میره، ضایع میشه. بنان عزیزان دل، این بود برنامه ما در مورد انفاق در راه خداوند و کمک به همکاری برای فقرا و مساکین در ماه مبارک رمضان، که خیلی یک ماه پر از برکت و خیر و خوبی. به یک صدقه شما در رمضان معادل 70 صدقه در غیر رمضان محسوب میشه. الله اکبر. به همون لحاظ عده از عزیزانمان، برادران و خواهرانمان کوشش میکنن زکاتشان در رمضان بدن. یعنی انما الاعمال بالنیات، هر عملی به نیت انسان تعلق داره. نمیشه که انسان از اول سال تا رمضان انتظار بکشه و فقرا گرسنه باشن، بگه باش که من زکات خود در رمضان میدم. شما در هر مقطعی از سال زکاتتان رو وقتی میدید با این فکر و اندیشه میدید که مشکل این حل بشه، همو اجر در میابید که در رمضان در میابید. امیدوارم الله تبارک و تعالی از همه ما و شما طاعت عبادت های ما را، روزه و قیام و صیام ما را، صدقات ما را مورد قبول درگاهش بگردانه. و بهترین انفاق اوست که برای پدر و مادر و برای اقربا و خویشاوندان و دوستان و برای مستحقین واقعیش برسه. این بهترین انفاق است، در حیات باشه، از مال حلال باشه، بدون منت باشه، هدف رضای خدا باشه، از کسب درآمد خود انسان باشه. این بهترین انفاق در راه الله سبحانه و تعالی است. تا برنامه بعدی موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.